بفرمایید. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد برتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان روش در زمان مدان. از او هرچند در خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی دارد. با درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان به گرامی، امروز دوازدهمین نشست شاهنامه خوانی و شاهنامه پژوهی رو در خدمت جناب دکتر مازیار قوی‌دل، پژوهنده تاریخ و فرهنگ ایران داریم. امروز یک شنبه 23 آذر ماه سال 3758 زردشتی، برابر با 2729 مادی، 2579 شاهنشاهی، 1399 کوچی محمدی، 1389 یزدگردی است و این برابر با 13 دسامبر سال 2020 ترسایی است. جناب قوی‌دل، در نشست‌های پیشین ما در رابطه با انگیزه‌های شاهنامه صحبت کردیم، از خداوند جان و خرد صحبت کردیم، از پیدایش گیتی انسان و تا رسیدیم به کیومرث که آغاز افسانه سرایی فردوسی بزرگه. ما تا قبل از اینکه به این بپردازیم، به 25 آذر ماه نزدیک میشیم. 25 آذر ماه روز مادره برای ما ایرانیان و جای خاص خودش رو داره. میشه ازتون خواهش کنم توضیح کوچکی در این مورد بدید؟ تمام. درود بر شما، درود بر بینندگان گرامی در هر کجای جهان و در هر هنگامی از شبان روز که هستم. امیدوارم شاد و هم تندرست باشید. سپاس بسیار از شما به نام گرداننده برنامه و کارگردان فنی برنامه جناب یاس، بسیار سپاسگزاریم. همچنان که فرمودید، روز 25 آذر و پس از 21 آذر پیش رو داریم که خودتون پیش از این به من گفتید. ما در سال 1319 میبینیم که رضا شاه بزرگ در پی آن همه بهسازی هایی که در کشور کرد، چون جایگاه مادر و دولت مردان خود رضا شاه بزرگ و کسایی که باش همکاری میکردن، چون 15-16 پیرامون 16 رایزن داشت که یکیشون ایرج میرزا بود که سپس با توده‌ای کار کرد. در اون زمان نبود توده‌ای، هنوز توده‌ای درست نشده بود در هنگامی که با رضا شاه بزرگ کار میکرد. در 1319 بنگاه حمایت و مادران و نوزادان از سوی رضا شاه بزرگ گشایش پیدا کرد، یعنی اینو بنیاد گذاشته بودن در اون دوره بهسازی و ساماندهی کشور. ما همزمان که من گفتگو میکنیم میتونیم از جناب کارگردان خواهش کنیم اون یادبودهایی که هستم پخش بکنن که بینندگان ببینن اون سکه یادبود و اون بازدیدهای شهبانو رو از بنگاه یا انجمن حمایت مادران نوزادان. خب پس این راه افتاده بود و اینو ما داشتیم. در سال 1339 یعنی ولیعهد ایران یا اورنگجوی ما یا دیهیمجوی ما هنوز یک ماه نشده بود، چون اون 9 آبان اومده بود، نه ببخشید یک ماه و نیمه شده بود، یک ماه و نیمه میشه گفت، 9 آبان به جهان اومده بود. این 25 آذره، 9 آذر یک ماه و این 25 آذر نزدیک دو ماه، ببخشید دو ماه نشده بود. شهبانو بازدیدی داشتن، اونجا ازشون درخواست میشه که اگر میشه این روز ما به نام روز مادر بگذاریم، چون مادران بسیار بسیار از خود گذشتگی میکنن و خب شهبانو هم که بسیار به این کار ارزش میذاشت، همه مردم جهان و مردم ایران به ویژه مردم ایران که در فرهنگشون اینو دارن به این ارزش میذاشتن و این کار رو کردن. این روز نامگذاری شد برای روز مادر. پس این روز مادر سپس در آورده بودن که این روز زاد روز مادر شهبانوه، بانو دیباست و این کارو نکنید و همچی چیزی نیست. این روز مادر روزی هست که
بنگاه حمایت مادران و نوزادان در 1319 را اندازی شد، چون مادران نیاز به یاری داشتن، نیاز به شیر داشتن، نیاز به آموزش داشتن مادران و در کنارشون باید بودن. این یادبود اون روزیه که سکه یادبودی هم زدن، سکه زرینی زدن. هر سال هم میبینید که اینایی که داره پخش میشه، بازدید شهبانو از یک سال پس از اون دیگه شهبانو میرفتن بازدید میکردن و تیمسار سپه بود یزدان پناهم که میاد سرپرستی اونجا رو داشتن که بهشون برسن، به اونها رسیدگی بکنن و کمبودی نداشته باشن. تمرهای یادبودی هم چاپ شده بود و این روز همواره بود تا سال 57 که سال 57 کوشش کردن این روز رو براندازن که هنوز ایرانیان همین روز رو به جشن میشینن، خجسته باد میگن و مادران رو گرامی میدارن. همه یه روزها روزهای مادران و روزهای بانوانه، به ویژه این روزی که مادران و نوزادانه. بفرمید جناب شهرام. سپاس از شما جناب قوی دل. خوبه که آدم تاریخ خودش رو بدونه. مشکلی رو که امروز ما داریم، چنان که در نشست‌های پیشین هم صحبت کردیم، اینه که آشنایی ما با تاریخ خودمون به اون صورت نیست و نیاز هست که این تاریخ دوباره دوره بشه و یادآوری بشه به ما. صحبت از یادآوری کردیم. امروز 23 آذر 25 همونطوری که صحبت کردید شما روز مادر، فراموش نکنیم 21 آذر رو، روز نجات آذربایجان، تکه‌ای رو که واقعا به نظر من قلب ایرانه، سر استقلال ایران. من میشناسم، یعنی من سر استقلال ایران و آذربایجان میدونم، پیشانی فرهنگی ایران و خراسان. بسیار بسیار خوب و سپاس از شما. و ارزش آذربایجان اونقدر هست که نمیشه به این سادگی از کنارش گذشت. یه اشاره کوتاهی میشه خواهش کنم در رابطه با 21 آذرم بفرمایید، بعد برسیم به شاهنامه و شاهنامه خوانم. خواهش میکنم. ببینید، ما از دوره فتح علی شاه شکست داشتیم، ما که اون آدمی بود که به گونه انگلیسا میگویند کنترلش میکردن، چون آخوندا کنترل میکردن اونو، همه کارها اونجوری بود، به گونه‌ای که عباس میرزا در یکی از نبردها که گیر کرده بود درخواست یاری داده بود، این گفت من پا میشم میرم لشکر رو ور میدارم میرن آخوند آیت الله بزرگی که اونجا بود، گفت نکنی، تو خلیفه مسلمینی، تو شمشیر بکشی آسمون به زمین میرسه. یک کسی مانند امیر کبیر اونجا نبود که اونو یاری بده. این نرفت و عباس میرزا با چه گرفتاری و شکست خوردن. و اتفاقا حالا بگم، در اون هنگام خود زندیات امیر کبیرم آنچنان کاری نبود، منتها در همراه اون گروهی بود که این دستینه کردن اون پیمان نامی ننگین رو. اونجا هم امیر کبیر بود و دید این درد و دید که در آینده میخواست این کار نکنه. بچه جوان ایران در 15 سال پیش که با من گفتگو کردن، میگفتن ما به این میگیم شکست علی شاه، بهش نمیگیم فتح علی شاه، چون فتحی نکرده، این شکست خورده. احمد شاه هم گفت بهش بگیم احمد شاه علاف، چون این خاربار و بنشن و انبار میکرد که گرونش میفروشت. اینا رو چیزاییه که نمیگن، چون با خاندان پهلوی بد شدن اونا رو نمیگن، همه اینا بود. سپس ما دیگه همه شکست داشتیم تا رسید به آذربایجان. یعنی هنگامی که کشور ما رو اشغال کردن، ایرانی ها با آلمان ها کار میکردن، چون پیشینی انگلیس بد بود، انگلیس پیشینی بدی داشت در پیرامون جنگ های جهانی بود که ما زوباهنی که خریده بودیم، اینها شناور رو غرقش کردن، از میانش بردن. و در خود یورش به ایران هم اینا روی کشتی تجاری پرچم تجاری زدن و توپ گذاشتن روی اونو، اومدن یک بار ناوچه های ما رو از میان بردن. یک باره که اومدن اونا رو برداشتن و اینجوری که دریادار بایندو رو درگیر شد و بسیار درگیر شدن و زندیات جان در راه میهن گذاشت. پس ما این گرفتار شده بودیم، اینا نمی رفتن بیرون. هنگامی که در ساختمون خیابانی که شد خیابان ایران، خیابان اینودوله، ساختمون باغ اینودوله داشت، اینها چرچیل و روزولت و استالین آمدن در اونجا و
اون پیمان تهران رو بستن و اینا. سپس پس از اون پیمان پاریس بود که ایران رو نذاشت، انگلیس نذاشت بره، چون ایران هم آسیب دیده بود. کشورهایی که اونجا رفته بودن آسیب دیدن میتونستن یه سودهایی بگیرن که نگرفتن. سپس ایران از امریکا اصل چهار رو گرفت که خود دانشکده کشاورزی که من درس میخونم، هم رشته صنایع غذایی که میخونم یا صنایع فرآورده کشاورزی، یه کارخونه شیر پاستوریزه کوچک که داشتیم، اون از اصل چهار درست شده بود. پس اون که اومدن در اون 1120 که دیگه اینا رفتن و شاه جوانم آمده بود سر کار با هوشیاری فروغی آمد، حتی اینا راه بسته بودند که شاه نره، فروغی از در پشت پادشاه و برد، پادشاه جوان هنوز شاهزاده است، میبرن اونجا و سوگند بخوره و دیگه دست اینا رو تو حنا گذاشت. اینا کار کرده بودند روی یکی از فرزندان قاجار که این فارسی هم نمیدونست، توی نیروی دریایی انگلیس کار میکرد. خب اینا انگلیس ها دست دراز میکنن، حتی اردن هم میدونیم که همسرش انگلیسیه، پادشاه اردن. اینه که در اینجا ما همش دشواری داشتیم تا پادشاه اومد سر کار، دولت مردان ایستادن، ایران برپا شد و دیگه اون سرود ای ایران ای مرز پرگوهر که دکتر محمد گلوگلاب دید و خالقی براش نوشته، اینا همه مال اون دوره است. و اینها که آمده بودن، روسا زمینه رو چیده بودن. این پس از اون دشواریایی که ما در جنگل داشتیم، که باز در جنگل هم من این نامش اومد بگم یادآور بشم، اون حیدرخان اموغلی که یک مهندس برق بود و بسیاری بمب‌ها رو می‌ساخت و منفجر می‌کرد و اینو تو جنگل کشتن. جناب نامور آزاد هیچکی نمیگه اینو تو جنگل خودشون کشتن، هیچ نام نمیبره. سپس دیگه حال جنگل گذشته بود و کسانی بود، اگه اشتباه نکنم احسان الله خان رشتی بود، در همون جنگل یک کسی بود که کی بود نامش ببینم، یا همین احسان الله خان بود یا کسی دیگه بود که در اونجا بود. اصلا جمهوری گیلان قرارداد بسته بودن با روسیه، جمهوری کمونیستی گیلان، سوسیالیستی گیلان، یه همچی چیزی بود و تم زده بودن و فلان کرده بودن. این کپی رو اینا برداشتن رفتن توی آذربایجان و کردستان هم این کار کردن، چون من یک بار پیش اومد، هرچی از بردارم دارم میگم. تا اینکه قوام السلطنه نخست وزیر بود، رفت گفتگو کرد، گفت ما پیمان با شما میبندیم که نفت شمال شما بتونید از دریای مازندران کاسپیان بردارید. یه قراردادی باش، گفت این باید مجلس تصفیه کنه. البته بدین گونه این آمد به ایران و این کارش به استعفا کشید و مجلس هم تصفیه نکرد اونو. منتها تو این دوره اونا اومدن به پیشوری و به اون غلام یحیی اینا گفتن که پاشو برو. پیشوری کسی بود که پیش از این در باکو از ایران پدافند میکرد و دفاع میکرد، مجله میورد بیرون. سپس اومد در ایران نماینده بشه و یه دردسرایی داشت و اینا، بسیار آدم خودشیفتهی بود و گیری گرفتار بود. تا اینکه این قراردادها که بسته شد، خب داشتن گفتگو میکردن، به پادشاه رسیدن که اینا اومدن گفتن اینجوری باشه، این شورای ولایتی نباشه، اینجا چیز باشه، یک مجلس، مجلس ملی نامشو بذاریم. اینا اونجا بود که پادشاه گفت اگه دست منو قطع بکنید، من دستینه نمی کنم، امضا نمی کنم سند این جدایی رو. پس یک پیچیدگی اینجوری با یک تصمیمی که آدم بگیره به هنگام درست و عشایی حل شد. و اونها هم به این گفتن، به این آقای پیشوری خواستنش که بره سفارت، رفتن یا کنسولگری، کنسولگری در اونجا، و بهش گفتن که شما باید امشب برید. گفته بود که شما چجوری به من میگی سرن که من کشور خودم برم بیرون؟ گفته بود اون که بهت گفت بیا، اینک داره بهت میگه برو. و اینا فرار کردن و رفتن و مردم ریختن سرشون، مردم ریختن. و چون اینها درست همین کاره که سال 57 هم شد، مصادره کرده بودن خونه ها رو. من گام میکنم اون بارم پرسید، گفتم که 250,000 گوسفند آقای جهان شاهلو افشار گفتن که اونجا 200 تا نگهبانشون 250,000 گوسفند رو گفتن خوردن. اینا مانند این دکلیناست که یهو میخورن و میره. آره از این داستانا. اینه که خب مردم بیچاره شده بودن، گریه چیزای ظاهری درست کرده بودن، ما فلان بخو، زنان اینجوری، زنان منم مانند خود روسیه. من یه چیزی بگم، پس از فروپاشی روسیه که از دوستای ما که استاد دانشگاه بود گفت، ما یه بازدیدی که داشتیم از مسکو، یکی از استادا رو باش آشنا شده بودیم.
این استاد تو اروپا دیدم پناهنده شده بود، گفتم که تو دیگه چرا، تو که اونجا گفتی 15000 دلار حقوق میگرفتی. گفت نه بابا، اونا همه که دور و بر شما بودن، اونا همه مامورای کاگیبه بودن، ما اونجا 15 تا 30 دلار حقوقمون بود، 1000 نداشت. و اینک اومدم و اینجا کار میکنم. اینی که اون رونما رو درست میکردن، زیر بنیان یه چیزی بود که ویران کنن و ایرانو بدن دست اونا، و اونا جای سخن دیگه ای داره. این هستش که اینها در 1318 اران و آلبان و اونا رو نامشو گذاشتن آذربایجان، که خودشون هم سپس گفتن که ما اینو دستی گفتیم کار کردیم، اگه نه اونجا آذربایجان نبود. و اون همین آلبانیایی هم که ما داریم یه ریشه‌ای دارن از آلبان ها و اران، و اونجا خودشون هم میگن و هم تو تاریخ ما داریم. این هستش که این پس از اون شکست ها و اون گرفتاری ها نخستین شکست پیروزی بود که ما به دست آوردیم. دیگه پیروزی دوباره برمیگرده به تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی که باز پس گرفتیم، انگلیس پالیش کرد، ما باز پس گرفتیم. اونجا بود که هم حزب پانیرانیست اعتراض کرد که امروزه میگن اشتباه کردیم، ما هم چه کاری نکرد نباید میکنیم، که خودشون در کلشون با من گفتگو میکرد، خودمونی گفت نه اشتباهی که ما کردیم، چون اون زمان قاجار هستن از دست رفته بود، زمان ما زمان پادشاه نبود، زمان قاجار از دست رفته بود، باید میرفتیم جنگ میکردیم. ما در 1340 هم آنچنان نیروی نداشتیم باید بریم جنگ کنیم با انگلیس که اونجا هست، با اون نیرو سال 50 داشتیم، سال 40 نداشتیم، سال 30 نداشتیم، دهه 30. این هستش که اینا پیروزیایی بود که پس از اون آوردیم، که اتفاقا جبهه ملی و اگر اشتباه نکنم خاور روزنامه باختر امروز هم که در بیرون از ایران سپس چاپ میشد، مال جبهه ملی، بله مال فاطمی چاپ میشد، گفتش که این تجاوز به اینا، اینا مال ما نیست و باید پس بدیم. همینایی که امروز خب خوشبیارانه دیگه برگشته. اینی که این پیروزی بزرگی بود که ما به دست آوردیم. چه اشتباهی هم کرد این آقای ترکیه که چند روز اونجا مهمون، سپس میره دیگه، اینا با همه دیکتاتور منشی که داشته اینا میره دیگه. این اومد درست 21 آذر گذشته بود این سخن بر زبان آورد، که پاسخشو خود آذربایجانی‌ها دادن، چون اینها باید بدونن که چندین بار که یورش آورد عثمانی به تبریز، به آذربایجان، یه بار 6 ماه موند، یه بار 2 سال موند، اصلا خود مردم بیرونش خودشو گذاشتن رفتن دیگه، تا اینا بخوان تدارک جنگ ببینن رفتن. خب اینم گمان می‌کنم برای امروز بسنده شد، 17-18 دقیقه گفته بود. سپاسگزارم، چون هر بار که درباره تاریخ ایران صحبت می‌کنیم پشت سر هم اتفاقاتی رو که افتاده سلسله وار میاد. جناب قویده، در گفتار پیشین ما رسیدیم به کیومرس، درست، و کیومرس رو به عنوان اولین پادشاه، درست، در رابطه باش صحبت کردیم و رابطه ای رو که کیومرس با زیست بونده، و این برای من خیلی جالب بود و برای خیلی از دوستانی رو که ما رو دنبال میکنه که چگونه است که قبلا هم همونطوری که از اولش که شروع کردیم ما شاهنامه رو، شما فرمودید قهرمانان شاهنامه پای بر زمین دارن، از آسمان نیومدن، و اون رابطه ای رو که کیومرس با زیستبوم داره و آنجور که زیستبوم رو میبینه و بهش اهمیت میده. امروز اگر شما پروانه بفرمایید در این رابطه صحبت کنیم، بگیم کیومرس و بعد در رابطه با پسر کیومرس و بعد چه اتفاق. سپاس بزن جناب نامور آزاد. ببینید، ما در باورهای فرهنگیمون، یعنی بارها باورم من بر اینه گفتم، گل سرسبد فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایران گسترده است، یکی از گوشه های این فرهنگ گرانمایه کارهای اشو زرتشت، آموزه های اشو زرتشت، چون این پیام بزرگی داشت. گل سرسبد این فرهنگ، من آموزه های اشو زرتشت رو میشناسم، میوه آن گل رو شاهنامه، چون همش بر اون پایه است. گرچه یه بارم من شاید یادآور شدم در آغاز کار که از من پرسیدن که پس این مانیفست زرتشتی، گفتم نه. گفت خب شما میگید که این مسلمان بوده، میگم نه. گفت میگید زرتشتی بوده، گفتم نه. این انسان خردگرا بوده و هر چه نیکویی از هر جا باشه میپذیرفته، منتها اینکه دینی که بیاد یک ایدئولوژی همراهش باشه و سازگار نباشه با فرهنگ، یا سازگار باشه، به هر روی اینو نمیخوام به دین بپردازم، این نه، پیرو اون آیین نبود. منتها همه آن چیزی که شما پیدا میکنید در آیین زرتشتی، آموزه ها رو شما پیدا میکنید در شاهنامه.
که برای نمونه درباره زیست‌بوم، هنگامی که اشو زرتشت آمد و آیین خودش آورد که آیین زرتشتیه بر پایه دینا و درون روشنه، قربانی کردن گفت نداریم، قربانی کردن نداریم. و شما میدونید که هنوز هم 4 روز زرتشتیان هست دارن که روزه دارن، منتها این نیست که چیزی نخورن، نه گوشت میخورن نه کشتار میکنن در اون روز. در روز 4 روزه اگه یادم بیاد رام گوش 4 روزه داره، انارام 4 روزه داریم ما که اینا رو بهش میگن روزهای نبر، یعنی پیوند. سپس از گذشته اگه یادتون باشه ما 4 آخشیش داریم که ارزشمنده: خاک، هوا یا باد، آتش یا خورشید همون آتش، و آب. اینها هست که من در یه چیز ایران شناسی بودیم، بانو هما ناطق داشت میگفتش که رفته بودم بازدید هنگامی که ایران بود و استاد دانشگاه بود و در دوره جنگ، گفت در دوره جنگ رفتم بازدید در یزد و کرمان و اینا، دیدم اینا آب رودخونه رو آوردن کنار، یه جوچه کندن با سمنتی که گیر نمیاد، با سیمانی که گیر نمیاد خریدن آوردن اونجا، چیزاشون اونجا میشورن. گفتم جریان چیه، داستان چیه که شما این کارو میکنید؟ گفت آب نباید آلوده بشه. پس ببینید این در گذشته ما هست که این 4 آخشیش آلوده نشه. برای همینه که در گذشته ها هم کاری که تبتی‌ها امروز هم میکردن، امروز نمیدونم میکنن، انسان رو بر روی سنگ میذاشتن، اونا در کوها، ما بر روی سنگ میذاشتیم در دخمه ها که انسان رو در میگذشت میذاشتن اونجا، کرکس ها میخوردن. این کرکس ها که میخوردن چیز بدی ندونیمش، برای اینکه خب زمینم که میذاریم یه چیز دیگه میخوره اونجا، اونها میخوردن و این بیماری از انسان نمیرفته بگرده جای دیگه، چون اینا خاک رو نمیخواستن آلوده بکنن، آب رو نمیخواستن آلوده بکنن، نمیسوزوندنم، در هند میسوزونن. این استش که این ارزش گذاری به زیست بوم بوده. برای همینه که به ایرانیان میگفتن آتش پرست و طبیعت پرست، هر دوش هم درسته، نه اینکه این مانند پروردگاره، نه، اگر این پرستیدن و پروردگاری بخوایم بگیم، نه، این پیریستا، پیرامون ایستادنه، پیرامون ایستادن مانند پرستاری کردنه. آره، ما هم زیست بوم و پرهاممون، محیط زیستمون پرستاری میکردیم و سخن درست کم بود. پس این زمینه ها فراهم بوده. با جاندارای دیگه هم همینطور، یعنی اگر ما وندیدا رو بگیریم، یکی از بخشایی هست که ما داریم، در اونجا انسان و سگ مانند همه یا جانداران دیگه، یعنی اگر یک سگ باردار یا یه زن باردار هر کدوم آسیبی ببینن، درست پادفره یا جریمه یکسان داره. پس این نزدیکی هست. شما میبینید در داستان کیومرث دد و دام همه میومدن پیش اون، آرامش داشتن، میآرمیدن در کنارش و سر نم میکردن، نماز آوردن این نم کردنه. یادتونه میگفتن سرتو نم کن نخوره اونجا داری رد میشی، این نم نمیدن نماز از این میاد، نماز واژه ایرانیه. احیا یاسان نمنگ ها اوستان از استو، با سر خم کرده دستان و فراز میارم به ستایش شما میپردازم. این استش که این زمینه ها فراهم بود و در دوره کیومرثی میدونیم اینجوری هست. و چون ما رشک و آز رو نمیپسندیم، در کیومرث شما رشک و آز نمیدونید، که امروز که من دنبال میکنیم به رشک و آز میرسیم که دیوان این کار میکنه، یعنی رشک بردن، حسودی کردن یک کار دیوان نگریه. خب ما خوندیم در گذشته که چگونه اینها زندگی کردن، به رسم نماز آمدندیش پیش، وضو برگرفتن آیین خیش، آیین و روش کار خودشو از اون برمیگرفتن که مدارا بود، هماهنگی بود. اینا اومدن یه واژه هایی بدای ساختن و مدارا، تسامح و تساهل و بابا این مدارا کردن اینا داریم، ساده گرفتن و اینا، تساهل ساده گرفتن، تسامح مدارا کردن اینا. چرا اینا رو میگن که گمان کنن اینا بسیار دانشمندن، درست مانند کسایی هستن که تا میخوان گفته بکنن یه عبارت، یه جمله که گفته، من 7-8 تا دانشمند امریکایی اروپایی رو هم نام میبرن،
که پشوانه بشه، نه زامن شما فرهنگتونه، زامنشون راستیه بدین گونه. خب پس از اون میرسیم به پسر بود مرو را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نامجوی. خب همه انسان ها نامجویان، چگونگی نامجوی دگرگونیه. یعنی شما نگاه کنید جاه طلبی، اینه که اون فلسفی شاهنامه است، اون عرفان شاهنامه است. عرفان شناخته، معرفت داشتنه، شناخته، و اون فلسفی که دانش دوستیشه اینه. و چون شاهنامه گفتیم که نشان میده که پای انسان ایرانی روی زمینه، یعنی هر شاهنامه‌های دیگه آمدن گفتن که این آسمانی هستی فلان، اینا رو گفته پاش رو زمینه، از زمین به جهان اومده، حتی پیغمبرش هم زایده شده سپس هم مرده رفته، یا کشتنش خوربراتور زده کشتتش مرده و رفته. یه بار از من یه نوشته خواسته بودن درباره معجزات زرتشت، گفتم معجزه زرتشت اینه که مانند آدم به دنیا اومد، مانند آدم هم مرد. این خودش یک معجزه بود. پس یک پسر خوبروی داشت، هنرمند و همچون پدر نامجوی. هنرمند و خالقی برگزیده خردمند، از سرودهایی که بودن در نمکانم باز هنرمند برده، که هنرمندم هر کار نیکویی که بکنن، که یک دوره میرسیم به یه جایی که نورد کردنم هنره، که میدونیم که در هرودوت می نویسته در ایرانیان در میان پارسیان آیین بر این است که بچه ها از خردی تا به رشد برسن راستگویی، تیراندازی، سوارکاری می آموزن. اینا هنرشونه، این هنر پس اینه. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. این کیومرث، گیومرث یا کیومرث که گیومرتا گفتم در اون برنامه، کسانی که میخوان ببینن. سیامک هم یعنی سیاتوه، مانند شب، سیاه، که ما امروز بهش میگیم سبزه. سیامک واژه اونیه، برای همه جا که سیاها رو بهشون بد میگن. که یه روز من به این سوئدیا گفتم، گفتم من ریسیست رو در میان شما پیدا کردم، ما اونجا هممون هستیم، همه جا هستیم، جنوب ما آدم های چهرهشون تیرس هست، و ما به اونا میگیم بانمک، میگیم سیاه بانمکه، میگم سبزه. یا براشون گفتم ما یه سرودی هست از کهنه پدر مادرها میخوندن، سپس بانو گوگوش خون، سفید سپید سبز و من 100 تومن، سرخ و سفید 300 تومن، حالا که رسید به سبزه هر چی بگی میارزه. این است که این نشون میده که ما چقدر دیده باز داشته تو فرهنگمون. این همونجور داره میاد و فردوسی فرهنگ ایرانو داره به ما میشناسونه که ما بر اون پایه بریم، نه بر پایه دیگری. که برای نمونه خب اومدن گفتن انسان اشرف مخلوقاته، میگه نه اینجوری نیست. شما نگاه کنید رستم، میرسیم بهش، رستم با اسبش پهلوانه، یه جاهایی کم میاره که میرسیم بهش. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. زگیتی به دیدار او شاد بود، که بس نامور شاخ و بنیاد بود. یا برنر مکان میگه که بس نامور، که بس بارور شاخ و بنیاد بود. این سرود رو جونیدی و ترنر مکان آوردن. اونایی که دوستان دیگه که ندارن جای دیگه بدونن، از سرودهاییه که در یه جایی اومده که اینا برگزیدن. به جانش پر از مهر گریان بودیم، میگه به اندازه اینو دوستاش که اصلا گریش بگه. دیدین که یه چیزی رو میبینه آدم اشکش میاد، احساسی میشه. ز بیم جداییش بریان بودی، نمیتونست جدا بشه. انسان دوران سادگیشو میگذرونه، چیزی که جناب نامور آزاد ما یک روز دنبالش میگردیم که بهش برسیم، امروز داریم از دست میدیم، امروز داریم برای نمونه کتابای کاغذی از دست میدیم، همشون میبریم تو کامپیوتر. درسته جا کم میگه، ولی یه روز دلمون برای این کتابا تنگ میشه و اینا ارزشمند میشه، مانند کارهای دستی که نمیخریدیم، گیوی دستی امروز کار هنری شده و باید صد برابر پول بدیم به کار بخریم اون کاری که اونا کردن. به جانش برم اومده، بر از مهر گریان بودی، ز بیم جداییش بریان بودی. باز یه سرود یه ترنر مکان اینجا آورده، تنها میگه چنین است آیین و رسم جهان، پدر را به فرزند باشد توان. پس این پیوندی با پسرش داره و با مردمای دیگه هم داره، چون دوران سادگی انسانه، تازه قارنشین شده، سر و تخت و بختش برآمد بکوب، برای اینکه تازه انسان قارنشین شده، از اون بیابون گردی در اومده، که شما کتاب دو رو دارید، در اون کتاب دو داستانوار من اینو نوشتم. این دوران سادگیه، خب به دوستا و بستگان خودش بیشتر دل میبنده. خب این دوران سادگی هنوز از رشک و آز
آگاهی نداره. رشک همون حسودی، آز تمعه، فارسی تمع آزه. بگیتی برآمد بر این روزگاری دراز، یا بر این کار یک روزگار برآمد، بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهریار. یا اینکه میتونیم اینجوری بخونیم، برآمد بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهریار، بگیتی نبودش کسی دشمنا. این با اینکه این دوران میگذشت کسی دشمنش نبود، یا اینکه اینجوری گمان میکرد، جز اندر نهان ریمنا هرمنا یا اهریمنا. میگه این نمیدونست کسی دشمن، جز در نهان، در نهان بوده، این نمیدونست. پس ما هرچی آشکار کار بکنیم بهتره. این آموزش که میاد و جونشو از دست میده، میبینیم که رایزنی نمیکنه، نهانی کار اونا رو میخواد نهانی برخورد بکنه، با منم منم کار میکنه، مانند امروزی ها که با هم نمیسازیم. ما همه هرچی من میگم درسته، شما سخن درسته اگه بر پایه سخن من باشه، اگه نه که درست نیست. برآمد بر این روزگار، بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهریار، یا فروزنده شد دولت شهریار، به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن آهر منا، یا مگر در نهان ریمن آهر منا، یا مگر در نهان اینا هست، آهر منا اینا زیاد توفیر نمی کنه. مسکو جونیدیو سیدی اینو بردن، مگر بد کنش ریمن اهریمنا. در اون مایه یکیه، هنگام که در مایه یکیه میگذریم ازش. تنها من میگم چون دوستانی هستن که میدونم دارن شاهنامه‌هاشون رو دست میکنن، که اونهایی رو که انداختن در چاپ های تازه بخونن. خب برشکن در اهریمن بدسگال، همی رای زد تا به یکند بال. این اهریمنی که آزمند بود، پس ببینید هر کدوم از ما، یک ما یه دوگانگی اندیشه‌ای در فرهنگ ایرانی داریم که اینا اومدن میگن دو خدا رو میپرستن ایرونی ها، خدا پروردگار نیکی پروردگار بدی. نه، این دوگانگی اندیشه‌ای هست ما داریم، در آیین زرتشت هم داریم، اینا دوگانگی اندیشه‌ای هست. که من یه کاری هم نوشته بودم که حالا یادم اومد میخونم، که گفتا که راستی هست و دروغ نیست، با این همه گزین شاهین راستی را از ناکس دروغ، گرچه درون تو این هر دو همدمان. که اینو من نوشتم از کرکس دروغ. بابا دکتر جعفری یادش خوش گفت چرا کرکس؟ گفتم ببخشید ناکس، درستش کردم. پس ببینید آن جایی که ما رشک میبریم، رفتیم کاریو میکنیم که اهریمن میکنه، که دیو میکنه. به رشکندر اهریمن بدسگال، سگالیدن یعنی گفتگو کردن، یه خورده بار منفی میتونه داشته باشه، گفتگویی که با یه خورده چیز داشته باشه، اما سگالیدن خودش رایزنی کردن و گفتگو کردن. به رشکندر اهریمن بدسگال یا اهریمن بدسگال، همین رایزد تا بیا کندبال. این اومد کرد تا دیگه پروبالی در آورد برای اینکه یه کاری بکنه، به اونجا این کارو میکرد. یکی اون وقت میگه بدسگال، بد رایزنی، بد اندیش، سگالیدن اندیشیدن رایزنانه، این میگم بدسگال. میگه یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، بچه‌ای داشت که بسیار قوی بود، که ما میدونیم در زمانی که به چیزم که میرسیم، به ضحاک ماردوش هم میرسیم، این جوان بسیار تواناست. سپس آز داره، رشک و آز داره، و اون ازش بهره برداری میکنه، اهریمن یا ابلیس یا شیطان، و میاد به راه بدی. اینم همونه. یکی بچه بودش چو گرگ سترگ، دلاور شده با سپاه بزرگ. یا جنیدی از جایی آورده میگه با سیاهی بزرگ، با سیاهی بزرگ شده، دل سیاهی داشته یا هر چیز دیگه. یادمون باشه که یکی بچه بودش چو گرگ سترگ. من اینو یه یاداوری اینجا نوشتم که باز یاداوری بکنم، که انگامی که ما میگیم این گرگ دده، چون گوشخاره، رام نشده است، گوشخاره. آهو دامه، گاو و اینا ستورن، دد و دام. گوشت رام نشده گوشخار دده، اونی که دار چون میرسیم. این دلاور شده یعنی دل پیدا کرده، این دلاور یعنی دل پیدا کرده، با سپاه بزرگی که اومده. حالا یا دلاور شده بر پای سپاهش، دلاور شده، دلدار شده، یا اینکه نه، این دلاور شده، سپاه بزرگی هم داره. دوستانی که به من زنگ میزنن و آی شرم خواستم با شما هم گفتگو بکنن، اینی که من میگم که اینا باز بشه براشون. جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک هم از بخت شاه.
امیر کبیر و ژولمون این دوی سرود پایینی رو جای بالا پایین آوردن. جهان شد بران دیو بچه سیاه، خالقی آورده. اینا دگرگونی زیادی، زبخت سیامک هم از همان پایگاه، اینا باز به این گونه هم آورده. پس این دیو بچه چون درون سیاهی داشت، درون تیره ای داشت، این سیاهی حتما اون گونه نیست که امروز به کار میبرن، چون ما تاریکی و روشنایی رو میشناختیم، به هر گاه روشنایی نباشه تاریکی سیاهه. ما راستش ما تاریکی نداریم، نبود روشنایی تاریکیه. یعنی من نمیتونم یک کلید رو بزنم تاریکی درست کنم، میتونم کلید بزنم روشنایی بیافروزم و روشنایی بکنم. پس جهان بر اون دیو بچه سیاه شد. چرا؟ چون رشک برد زبخت، چون بخت سیامک بزرگ شده بود، هم بخت شاه بزرگ شده بود، اون شاه شده بود، این شاهزاده. امروز دیدیم یه کسایی برای نمونه نام شاه میگن، فتلیشاه رو میگن فتلیشاه، احمدشاه رو میگن احمدشاه. خب اینا همه رو میگن، میگن محمد رضا، این شاه نبود. خب یا شاهزاده رو میگن آقای پهلوی، این شاهزاده نیست. خب اما یارو امامزاده رو بهش میگن شاهزاده، یه کسی هم بوده که ایرانو کشته. این دیو صفتیه، این ویژگی دیویه. امیدوارم این دوستانم به این بیندیشن، از خودشون دور کنن، از خودشون دور بکنن. یک کسی که جایگاهی، یک کسی که سرهنگی سرهنگه. حالا اگه قره‌باغی ارتش بود، قره‌باغی خیانت کرد، خب نمیتونی بگی قره‌باغی ارتش بود نبوده، ارتش بود بوده، خیانت کار بوده. فردوس سپه بود بوده، مونتا خیانت کرد. جهان شد بران دیو بچه سیاه، ز بخت سیامک هم از بخت شاه. پس ببینید این آز و رشک بردن چگونه هم روزگار خودمون سیاه میکنه، هم روزگار دیگر رو. این اون فلسفه‌ایه که در این هست و عرفان و معرفتی که هست، که دوستان میگن فرهنگ ایرانی با اینها دوره. من خواهش میکنم یه بازنگری بکنم. سپه کرد و نزدیک او راه جست، همی تخت و دیهیم کی شاه جست. این رفت و یک سپاهی درست کرد و گفت من باید برم به این. این کی شاه میتونه به کیومرث شاه برگرده، این هم به کی یعنی پادشاه. شو خود کی ما داریم، ما در اوستا هم داریم کرپنها و کاویها، پادشاهانی که میجنگیدن هم حالا بودن، کی کرپن و کاوی و اینا داریم، که این کی هم میتونه به اون برگرده هم به خود کیومرث یا گیا مرتا. همی گفت با هر کسی راز خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. اینا باز ژولمول اینا جا به جا آوردن با پایینی دیگر، روش دشواری نداری. یا پرآواز خیش آوردن پرآوای خیش. پس این راز خودشو به همه هم میگفت و گفت من میخوام برم بجنگم، سپاهیم گرد آورده. پس ببینید این گرد آورده به همه هم داره میگه. ببینید این نگاهو داشته باشیم جناب نامورازاد. این نمیگه، سیامک نمیگه، این میگه. این میگه، پدرش هم میدونه هیچ کاری نمیکنه باش، نمیدونه. سیامک نمیگه، اگه میگفت یه کار دیگه تدارک دیگه میدیدن و میره عمیان میره. همی گفت بار هر کسی راز خیش، جهان کرد یک سر پرآواز خیش. یا همی کرد با هر کسی راز خیش، جهان کرد یک سر بر آواز خیش. کسایی که شاهنامه خوانی هنری میخونن دوگاره خوانی رو برای اونا میگن. کیومرث یا گیومرد از این خود کی آگاه بود، خودش آگاهی نه، که تخت مهی را جزو شاد بود شاه بود. نمیدونست پادشاه دیگه هم هست، نمیدونست کسی هست که این داو و ادعا رو داره. برای اینکه دوران سادگیه، دوران مهربانی انسانه، هنوز آزی نیست مگر دیوان آز دارن. پس هر جا ما جناب نامور آزاد آز در خودمون دیدیم، دوست داریم برای نمونه کلا سر یکی بذاریم، بریم بهش دروغ بگیم، خونه بهتری بخریم، ماشینه، این دیو درون ما هست. همون دیوی که میگیم بده، همون کسی که کار بد میکنه بهش میگیم دیوانه است. در اون هنگام ما دیوانه ایم، مانند دیوان هستیم. خب کیومرث خود از این خود کی آگاه بود که تخت مهی را جزو شاد بود. خب پس این نمیدونست، پسرش هم نمیدونه. اینجا یکایک بیامد خجسته سروش. سروش پیام آوره، پیامبره، مانند یه فرشته میدوننش، که یا کسی که اونو بهش میگن وحی شده، یا کسی خواب میبینه، به سان پری پلنگین پوش. اونم که اومده، ببینید فرهنگ ایرانی اینجوریه، حتی این فرشته یا فرستاده یا پری که میاد، باز مانند اینا پلنگین پوشه، یه چیز دیگه تنش نیست. یعنی همه مانند آدمن، چون پای آدم رو زمینه، همه اینجوریه.
بگفتش به راز این سخن بر بشر یا در بدر. اومد و به راز اینو گفت. اینو جناب نامور از دوستان به راز و سرهم نوشتن. این سر ثواب باید باشه. این براز نیست، برازم نیست، به رازم دستور نمیده. به راز اونو ثواب کنید. یا بگفتش ورا زین سخن در بدر، یعنی دونه بدونه به گفت که دشمن چه سازد همی با پسر، که اینو خالقی، جورمول، مسکو، جنیدی، سیدی اووردن با پدر. پس اومد به پسر گفت که ببینید این با پدر چی کار بخواد بکنه. میتونه با پسرم در یک درصدی باشه. چرا؟ میخواد اومد گفت که ببین با این پسر میخواد چیکار کنی که تو باشی. هر دوی اینا رو ما داریم. از اینجا جولمول ورده یه برنامه تازه گشته، کشته شدن سیامک به دست بر دست دیو. سخن چون به گوش سیامک رسید، اون اومد بهش گفت، چون به گوشش رسید ذکردار بدخواه دیو سپیس پلید، دل شاه بچه برآمد به جوش. این به جوش هم سواس. سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش. پس یه سپاه درست کرد و رفت. اون گفت، این نگفت. آن که گفت آری، آن که گفت نه. اون نگفت، اون گفت. ببینید چجوری میشه. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود آنگه آیین جنگ. خالقی در گزینشش آورده که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. خب میگه در اون زمان جوشن نبوده. به هر روی اینو میگه، میگه آیین جنگی، در آیین جنگی اون موقع جوشن زره و اینا نبوده و این همون پوست پلنگ و پوشه. ما یادمون باشه که در رستم هم یه پوست پلنگ داره، ببر بیان، پوست ببر داره، ببر بیان اونم برای اون داره که بسیار توانا بوده. خب رفت، اینم رفت به رویاروی. اینا من دو گونه میخونم. پذیره شدش دیو را جنگجوی، سپه را به روی اندر آورد روی، سیامک بیامد برهنه ترا براویخ با پور آهرمنا. که یه گونه دیگه ما میتونیم به این گونه بخونیمش. پذیره شدش، خب پس اون بالا رو من بخونم، که جوشن نبودن که آنگه آیین جنگ، پذیره شدش دیو را جنگجوی، سپه را چو روی اندر آمد به روی، سیامک بیامد برهنه تنا براویخ با پور آهرمنا یا اهریمنا یا با دیو پور آهرمنا. به این گونه هم آوردن. بزد چنگ، این اومد پس با این رختش با اون چیز شد. یادمون باشه این دیوان چون دانش بیشتری داشتن، ابزار بیشتری هم داشتن شاید، یا اینکه تنشون مانند کرگدن که تن توانایی داره. بزد چنگ واژون دیو سیاه یا وارون دیو سیاه، به چنگال کردش کمرگاه چاک. دوتا اندر آورد بالای شاه. پس این اومد اینو بلند کرد و زد زمین و پایینش زد و فکرد آن تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. پس این زد به زمین زد و با چنگال شکمشو برید. خب پس دیگه کن اینجا فکند آن دو گونه خونده میشه. فکند آن یعنی اون دیو تن شاهزاده به خاک، یا فکند آن تن شاهزاده به خاک. هر دو گونه میخونیم، توفیر آنچنانی نداره در درون مایه. به چنگال کردش کمرگاه چاک. سیامک، این نکته اینجایی که بالا گفتیم اینجاست. سیامک به رای خود و دست دیو تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. خدیو خدا یکیه. پس ببینید این رایزنی نکرد، اینا رو داره به ما میگه، نهفته داره میگه که آقا جان امروز دارید با تازیان میجنگید، رایزنی بکنید، به هم دیگه دل ببندید، مانند دوره ساسانیان که به هم دل میبستیم، این کارو بکنید و بیایم و با هم دیگه بسازیم. سیامک به رای خود، رای گزینش، این رای دادن هم تو علکی نرید بدید، به رای خود و دست دیو تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. خالقه میگه به دست خزروان یا خزروان دیو، یعنی به دست اون دیوی که خزروان بود نامش چیز کرد. جولمون میگه به دست چنان دشت دیو، دشت دوژم، دشمن، دژرنه، دیو. پس اینم اومده، پس به دست اون که حالا یا خزروانه
یا خزروانه یا اینکه همون دیو کشته شد. پس این میرسیم به کشته شدنش. چیز زیادی نمونده، من تونتون بخونم که برسیم. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. من اینو اینجوری میخونم، ز تیمار گیتی نمیخونم، ز تیمار گیتی، تیمار پرستاری کردن و فلان. این گیتی جهانی که بر اون همیشه تیمار میکرد، بر اون چیز میشد، براش زندگیش سیاه شد. یا یه جا اون یه سیدی آورده، چو آگه شد برون شد سیاه، برو شد سیاه و گفته برون شد سیاه. این برو شد سیاه، برو شد بهتره. فرود آمد از تخت ویله کنان، یا ویله کنان، زنان بر سر و دست و بازو کنان، درخساره دوتا گونه پرخون و دلسوگوار، دوشم کرد برخیشتن روزگار. پس اومد از تخت پایین اومد، ویله یعنی قوقا کردن، همون زاری که امروز لورا اینجوری این کارو میکنن. اینه که ما یه چیزایی رو میآموزیم، یک سری چیزا رو هی نگیم مردم اونجوری میکردن ما اینجوری نمیکردیم. نه، ما هم این کارا رو میکردیم، امروزه نمیکنیم. یا یک دوره، هنوز زرتشت نیومده ها، یه دوره دیگه دگرگون میشه. ما میبینیم در اردوی رافنامه یا اردوی رازنامه میگه هر کی گریه بکنه بده. چرا؟ چون یه جا میگمش، ما حالا برسیم به یه جاهایی. این در روز چهارمی که این داره میره اون جهانو داره میاد، میگه چه دیدی؟ میاد میگه که روز چهارم، گمون کنم روز چهارم، به جای رسیدم، رود بزرگی بود، نمیشد ازش رد شد. گفتم این رود چند اندازه بزرگ است، برای چه اندازه بزرگ است؟ گفتند که این اشک چشم آنهایی است که پشت سر رفتگان خود گریه می کنند. پس دوره های گوناگون، برخورد های گوناگون دارد. فرود آمد از تخت ویلی کنان، زنان برسن و دست و بازو کنان، که این کارو می کنند در لرستان وقتی آریان می کنند، درخسار پرخون و دل سوگوار، یا دو جور می خونم، دو دیده پر از نم چو ابر بهار، یا دو جم کرد برخیشتن روزگار. پس اومد گریه میکرد و روزگار رو بر خودش سیاه کرد. خب این که شاه کرد، لشکریان هم پی بردن، لشکر و پادشاه هم همواره به هم پیوستن در تاریخ ایران، همواره. برای همینی که فرماندهی داره همواره پادشاه. خروشی بر آمد ز لشکر به زار، کشیدن صف بر در شهریار. همه اینا اومدن کنار هم. خالقی 86 که گمان میکنم این 96 یا 94 که چاپ کرده درستش کرده، و جنیدی بزار رو سر هم نوشتن. این بزار سواس. خروشی بر آمد دلشکر بزار، کشیدن صف بر در شهریار. همه جامه ها کرده پیروز رنگ، دو چشمان پر از خون و رخ باد رنگ. پس این دوران گذری که ما داریم از هنگام پلنگین پوشی تا اینجا، ما به یه جاهایی رسیدیم که این رنگ فیروزه‌ای داریم، یعنی یه رنگ فیروزه رو پیدا کردیم، یا پوست پیروزه‌ای. همه جامعه ها کرده پیروزه رنگ، دو ششمان پر از خون. البته این جامعه ها رو جامعه ها نوشتن، که ما اون موقع هنوز نمیدونیم که باده داشتیم که این جامعه پیروزه داشته باشیم یا نداشته باشیم. دد و مرغ و نخچیر یا نخچیر گشته گروه، برفتن ویله کنان سوی کوه. چون ما گفتیم که اینا نخچیر و دد و دام هم اینا همه پیش اونا بودن، اینا همه با هم رفتن به سوی کوه. نخچیر گشته گروه یا کرده گروه آوردن. اینو جنیدی این دو سرود جا به جا آورده، توفیرم نمی کنه، ایرادی نداره. برفتن با سوگواری و درد، ز درگاه کیشا برخواست کرد. یا برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه کیشاه برخواست کرد. چون گروه فراوانی مونن، گرد و خاک بلند شد. این گرفتاری درست شد و نشستند سالی چنین سوگوار. بنگو، برفتند با سوگواری و درد، ز درگاه کیشاه برخواست کرد. نشستند سالی چنین سوگوار. یه یک سالی اینها سوگوار بودن. ما امروز میگیم عزاداری، این عزاداری واژه ایرانی نیست، سوگواری هستیم، سوگ داریم و سوک داریم و سوگواری. پیام آمد از داور کردگار، درود آوریدش خجسته سرود. این بار دومی که ما سروش رو میبینیم، باز جاهای دیگه هم تو شاهنامه میبینم. کزین بیش مخروش و بازار هوش، دیگه جهان به پایان نرسیده، تو دیگه نخوش، دیگه یک سال استادی، بلند شو کار بکن. این آوردن آورندش، هوش هم آوردن، به گونه دیگه هم
در نوشتار آوردن با همین در و مایه. سپه ساز و اینو باش سروش داره بهش میگه، سپه ساز و برکش به فرمان من، با اون فری که من برای تو دارم و امریکا آوردم، برآور یکی گرد از آن انجمن، از اون گرد همایی اونه. انجمن یعنی جایی که گرد اومدن، در اون جایی که اونا گرد اومدن برو گرد اونا رو در بیار و از میان بردارشون. این انجمن رو در گذشته ما هنجمن داریم، هنجمن که اینم پهلویه، یعنی انجمن واژه فارسیه، چون ازم پرسیده بودن که این فارسی هست یا نیست. از آن بدکنش دیو روی زمین، پس گفت برو برابر گرد، از آن بدکنش دیو روی زمین بپرداز و پردخته کن دل زکین. پس برو این روی زمین رو از این بدکنش، نه اینکه چون پسر تو کشته، چون بدکنشه، روی زمین رو از این پردخته کن. چون پس ببینید پیامی میاد اینجوریه، نمیگه اونو نکش اینو بکش، یک دانشی پشتش، یه دانسته. سپه ساز و برکش به فرمان من، برآور یکی گرد از آن انجمن، از آن بدکنش دیو روی زمین بپرداز و پردخته کن دل زکین. به این گونه برو دلت هم مسکین. کیانور سر سوی آسمان برآورد و بدخواست بر بدگمان، گفت باره هر که بدگمانی بکنه بد برش بیاد و باید برم راه افتاد. اینو دوگونه من میخونم. بدان برترین نام یزدانش را بخاند و بپالود مژگانش را. مژگانش رو پاک کرد، یه گریه رو گذاشت کرد، به اون برترین نامی که بود یزدانش رو خوند. یا بدان برترین نام یزدانش را، اینجورم هست، یزدانش را بخاند و بپالود مژگانش را، به هر روی را افتاد. این ورانم آوردن، چیز برانم آوردن بدان رو، توفیلی نمی کنه. اوزان پس به کین سیامک شتافت، یا جنیدی آورده وران پس به کین سیاوش شتافت، شب و روز آرام و خفتن نیافت. اینم سیاوش میگیم ولی سیاوشه، وش یعنی مانند، مانند سیاه هم سیاه چرده. پس رفت و به این کینش بود و دیگه آرام نداشت که بره این کارو بکنه، بکنه و کارشو بیا بکنه. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. این دیگه ما سرآغاز سخن هفته آیندمونه، زمان چند دقیقه‌ای داریم، مطمئن من چند سرود رو میخونم که در امیرکبیر اینو آورده، در جاهای دیگه میان در سرآغاز بخش دیگه است، رفتن کیومرث و هوشنگ به نبرده. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. این دو گونه باز خونده میشه، خجسته سیامک یکی پور داشت، یعنی یه پور خجسته داشت، یا اینکه خجسته سیامک، این دو گونه. اگه گفتیم خجسته سیامک یعنی سیامکی که خجسته است، اگه گفتیم خجسته سیامک یکی پور داشت یعنی یه پور پسر خجسته داشت که نزد نیا، نزد پدر بزرگ جای دستور داد. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود، به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را به بر. این همون به بر، بر کنار، ور ما میگیم این برور به اوه جا به جا میشه. گمان میکنم دیگه هم به پایان این بخش رسیدیم، هم به پایان زمان، دو دقیقه داریم جناب نامراست. بسیار خوب جناب قویدل، داستان هوشنگ که داستان بسیار زیباییه که بهش خواهیم پرداخت در نشست آینده. جناب قویدل اجازه از شما پروانه میخوام قبل از اینکه برنامه تموم بشه، یه سوال کوتاه یکی از دوستان مطرح کرده بود. ما با وجود فرهنگی رو که داریم، با شاهنامه ای رو که داریم، زبان پارسی ما میدونیم زبانی بوده که در دربار پادشاهان ایران و حتی زمانی رو که ایران به دست بیگانگان افتاده، دبیرهای پارسی توی چیز، چه شد که از پارسی به عربی، دوباره به پارسی و دوباره برگشتیم ما به عربی؟ این رو اگه خواهش میکنم یه توضیح کوتاه بفرمایید. جناب نامور آزاد، یادتون باشه همین عثمانی ها که اینا دارن چیز میزنن، زبان دربارشون پارسی بود، پست که میخواستن بدن نام مینوشتن پارسی مینوشتن. همین عثمانی ها که امروز رختای افسن دارن تنشون میکنن و میان. ببینید ما با آمدن زبان ایرانی که عربی کرده بودن، حتی نویسنده نام پدر و هفت پشتشون هم رفته بودن
تازی کرده بودن. رادمان ماهک یا ماهک به گفتی سیستانی ها، این که اومد سر کار زبان ایرانی آورد که دربارش گفتگو کردین پیش از این، من دیگه نمیپردازم. زبان پارسی شد دیگه، زبان رسمی پارسی شد. زبان دوره غزنویان هم اومد، باز کسی بود که خودشو سلطان خان، اونا بهش میگفتن امیر تازیان، چون با اونا باز در پیوند بود، زیر نظر اونا بود. من در این دوره دو سه تا وزیر داشتیم، یکیش اسفراینی بود، یکی اسفراینی بود وزیر اون بود، که این اسفراینی آدم دانایی بود، میهن پرست بود و در اونجا کار میکرد. پس از اون میمندی اومد، حسن میمندی اومد. این آمد یه کاری کرد که زبان عربی بشه، اسفراین خراسان بود، این اومد زبان اینجا رو در عربی کرد. در دوری که اون اسفراینی بود، یک زادان فرخ، یکی از دانشمندان ایرانی بود که این کارهای دیوان سالاری رو میکرد، این همه کارها رو به فارسی میکرد. این یکی به نام صالح بوده بود، صالح ابن عبدالرحمن آورده بود پیشش کار میکرد. این صالح یه روز اومد به این گفت میدونی من خیلی داره کارم، این داره اما خوشش میاد، خودشو لوس میکرد برامون، برای من کار میکرد. و بدبیارانه اینم سیستانی بود و پدرشو به بردگی گرفته بودن، یه کار میکرد، میگفتش که اینا به من میرسن. این بهش گفتش که زادان فرخ گفت این کار نمی کنن، چون من دیوان دست منه و به فارسیه. گفت من میتونم به عربی برش گردونم. گفت بکن، میدونی سر در میار گزش. گفت آره. و گفت اخ این دیگه، گفت این نکن. که سپس اون این کار رو کرد و دوباره زبان ایران عربی شد تا سامانیان اومدن، که سامانیان با چه بیچارگی روبرو شدن. اونها دوباره این کار رو برگردوندن و هنگامی که اینو دید زادان فرخ گفت سال خدا ریشه تو را ریشه از زمین برکناد، که ریشی زبان فارسی پارسی برکندی. خب من خدا نگهدار میدم، چون کمتر از یک دقیقه داریم جناب نامور آزاد. سپاسگزارم از شما جناب قوی دل، سپاس از کارگردان فنی برنامه جناب یاس گرامی. دوباره 25 آذر رو خجسته باد میگم، روز مادر رو، و درود بسیار دارم به تمام مادران ایرانی و بالای همه اونها شهبانو مادر ایران زن. سپاسگزارم از شما جناب قوی دل، خدا شما رو به دست خدای بزرگ ایران زمین میسپارم. درود بر شما، درود و بدرود و خجسته باد 25 آذر، روزگار نیک.